بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دفتر مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر تهران در چارچوب فعالیت‌های خیریه خود اقدام به تهیه و توزیع 110 بسته معیشتی کرد. این اقدام به مناسبت فرارسیدن اعیاد مبارک شعبانی و در عمل به توصیه‌های مرجعیت دینی مبنی بر حمایت از نیازمندان صورت گرفت. بسته‌های معیشتی مذکور به دست خانواده‌های ایتام و نیازمند رسید. خبری از اوضاع کودکان در غزه. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نتایج گزارشی با عنوان حساسیت غذایی و تجزیه و تحلیل وضعیت در غزه را منتشر کرد. در این گزارش تأکید شد چندین هفته است که هیچ کمکی به شمال غزه ارسال نشده و بر اساس بررسی‌های انجام شده در پناهگاه‌ها و مراکز بهداشتی از هر 6 کودک زیر 2 سال یک نفر با مشکل سوء تغذیه شدید مواجه است. مینو مهرز، رئیس انستیتو پاستور ایران، از شناسایی اولین نمونه ابتلا به سویه جدید ویروس کرونا موسوم به GN1 خبر داد. وی افزود بعد از تعطیلات سال نو میلادی و با افزایش سفرها و رفت و آمدها، زیر سویه جدید کرونا شیوع پیدا کرد و برخی از کشورهای جهان با افزایش موارد ابتلا به کووید مواجه شده بودند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید که حدود نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری میلادی به کمک نیاز دارند. گوترش روز سه‌شنبه اول اسفند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این سازمان توانسته است تنها 3% از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. سازمان ملل میگوید این کمترین بودجه است که این صندوق در سال 2023 دریافت کرد که کمترین میزان آن از سال 2018 است. آقای گوترش افزوده بسیاری از افغانی‌ها فقیر هستند و برای تهیه غذای خود تلاش می‌کنند و بدون دسترسی به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و کار زندگی می‌کنند. ایلان ماسک، بنیانگذار نورالینک، گفت اولین فردی که تراشه این شرکت در مغز او قرار داده شده توانسته از افکار خود برای حرکت دادن نشانگر ماوس یک کامپیوتر استفاده کند. شرکت نورالینک که در زمینه فناوری عصبی فعالیت دارد، پیشتر در ماه گذشته اعلام کرده بود اولین ایمپلنت مغزی خود را به اندازه یک سکه درون سر یک بیمار کاشته است. و خبری از کشور ترکیه. در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه که صبح امروز در استانبول انجام شد، 18 مظنون به ارتباط با گروه تروریستی داعش دستگیر شدند. در چارچوب تحقیقات انجام شده توسط دفتر تحقیقات تروریسم و جرایم سازمان یافته دادستانی کل استانبول، 19 مظنون از جمله شماری تبعی خارجی که در ارتباط با گروه تروریستی داعش فعالیت می‌کردند، شناسایی شدند.